این تهدیدات 6 سال گذشته که هنگاو کار کرده در خصوص انتشار و انتشار نقض حقوق بشر در کردستان فعال بوده، این تهدیدها همچنان ادامه داشته، اما خب طی 2 سال گذشته تهدیدات کاملا جدی بوده. بارها خانواده های من و آقای یارحمدی در شهر سقز و رمانسر رو احضار کردن، برای چندین ساعت خانواده هامون تحت بازجویی شدید بودن که باید به ما اعلام بکنن دست از کار هنگاو برداریم و به هر حال به جوری نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای اطلاعات در شهرهای اقلیم کردستان حضور دارند و به طور مستقیم آدرس محل کار، محل زندگی و مشخصات شخصی ما رو به خانواده هامون دادن و اونها رو مطمئن کردن که اطلاعات شخصی ما در دست اونها است و هر زمان بخوان میتونن ما رو از اقلیم کردستان به داخل خاک ایران بکشونن. بارها اشاره کردن که ما آقای روح الله زم رو از عراق برگردوندیم ایران و اگر این افراد که در هنگا کار میکنن، به ویژه اونهایی که در اقلیم کردستان سکونت دارن، دست از کار حقوق بشری فعالیت رسانه‌ای خودشون بر ندارن، سرنوشتی مشابه آقای روح الله زم در اختیارشون خواهد بود. اما خب پس از فعالیت ما و پوشش رسانه‌ای که ما در اعتراضات و قیام اخیر مردم کردستان و ایران داشتیم، بدون وقفه سعی کردیم که اخبار رو پوشش بدیم، این فشارها بسیار بیشتر شده و ما از طریق منابع غیر رسمی متوجه شدیم که ایران از وزارت خارجه عراق درخواست استرداد من و آقای یارحمدی که تنها اعضای هنگاو هستیم که در اقلیم کردستان سکونت داریم رو دادن و ما از طریق ادارات امنیتی حکومت اقلیم کردستان درخواست دادیم که پاسخگو باشن نسبت به امنیت جانی ما و نسبت به این درخواستی که جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان و عراق هم داده.